Ja. Hey, mami. Cowboy, mami. Let's go. Take your hands like this. Good job. No, no, no. No. السلام علیکم دوستان عزیز، با یک برنامه جدید از کانال ما خوش آمدین. امیدوار هستم که روزهای خوب و خوش خزانی را به خیر سپری بکنین و دور از مریضی ها و پریشانی ها باشین. عزیزان دل، دیگه خواستم که یک برنامه پاکوری امروز هم برای شما داشته باشم. دیگه قبل از یک برنامه شروع شد، برین دیگه گلاسک های چایتان را بگیرین، بیاین بشینین که ما و شما قصه میکنیم. دیگه در شروع ویدیو دیدین که زید جان یک لباسک بسیار مقبول از دستوری را، یک کارتون یا یک فیلمک است، از رو پوشیده بود بخاطر که کاراکتر دی در مکتب بود. باید طفلا هر کاراکتر را که دوست دارن، اگر کارتون است، اگر از ویدیو فیلم است، هر چیزی که هست باید بپوشن. باز ما ایره برش گرفتم بخاطر که امی کارتونیگه که خوشم داره و در کیک سالگریش هم از امی کرکتر برش جور کرده بودم. دیگه بردمش به مکتب، تسلیمش کردم، آمدم خانه که یک ذره پاکوری اتاق تفلاره بکنم. ما بسیار دیر بود اتاق تفلاره حساسی پاکوری کردم. علتش هم ای بود که قبلا هم در ویدیو خود بر شما گفتیم که ما اردو بچگکای ما پاتی ترین کردم، هم عمر جانه و هم زید جانه. شما میفهمین که پاتی ترینینگ یکی از سختترین کارهایی است که آدم انجام میده برای طفلای خود و بعض اوقات بسیار زود نتیجه میده و بعض اوقات بسیار دیر نتیجهش آدم میگیره. ما برای شما چند راهکار شد در برنامه قبل گفته بودم، ولی نظر به ضرورت حالا هم برتان تکرار میکنم. از آنی که طفلای نرمال و عادی مثل عمر جان دارین، شما نظر به همو تشخیصی که خودتان از اولادتان دارین میفهمین که با کدام سیستم طفلتان است. بعضی طفلا هست که بسیار
تقلیدگر می باشن و امو شکل سادیش بگویم که زیاد مقلد می باشن و تقلید میکنن از دیگرها، باز میتونن که با مو سیستم خودشان پیش برین. مثلا زید جان دایپر داشت، عمرم که میدید که زید دایپر داره، ایا میخواست که دایپر داشته باشه و ای نره به پاتی. من یک سال برش کوشش کردم، اصلا یک روز هم من نتیجه نگرفتم. بالاخره رفته بودم جای البته خانه برادرم رفته بودم، باز تفلک های برادر من نشان دادمش، از خواهر من نشان دادمش، گفتم ببین عمر جان که ای تفلا خودشان میرن در پاتی، اینا پاتی میکنن دیگه دایپر ندارن. باور کنین که یک سال زحمت ما یک طرف، اما یک روز که در اونجا بودم یک طرف، نتیجه داد. وقتی که دید دیگه تفلا را بسیار خوب شوقی شد و شروع کرد به رفتن به پاتی، که این بسیار نتیجه عالی و بسیار نتیجه خوب، یعنی به یک روز من نتیجه شدیدم. تماما فرش و ریکش و همه چیز چاکلیت ملک داره. با وجود که توجه میکنم وقتی که برشان میتم که جای چطل نکنن، ولی میکنن. دیگه آمدیم سر زید جان. زید جان میفهمین که یک طفل اسپیشال است، یک ذره مشکل است بادی ترنینگ امروی زید جان بسیار مشکل است. ما تقریبا برتون بگویم که 2 سال مکمل ما زحمت کشیدم، یعنی هر روز میبردمشه، ولی او قسمی که باید امو کار که یا امو زحمت خدا به اساس همو یک اسکیجول یا به اساس یک چی میگن امتی یک استاندارد که برابر باید بکنم نداشتم، نمیکردم. باز فکر کردم که 2 ماه که زید جان از مکتب رخصت است، ما باید دی 2 ماه ایره پاتی ترین بکنم، بخاطر که این مکتب میره، معلمایش بالچون در کندرگاردن است، معلمایش که تزی اذیت میشه، ما باید ایره پاتی ترین بکنم. خب شروع کردم از خریدن یک دانه ساعت. اگر در آمازون برین ببینین ملنگ شه هم بایجت برتون اینجا میمونم که ما چی رقم ساعت استفاده کردیم. یک ساعت دستی بود که او رو گرفتم برای 15 دقیقه به حساب در موکوک یا در موزنگ موندم. هر 15 دقیقه که او زنگ میزد برش گفتم میرفتم که وقت پاتی است، تو باید بری پاتی. 15 دقیقهش به نیم ساعت تبدیل شد، نیم ساعتش به 1 ساعت تبدیل شد، به می سیستم، یعنی هیچ یک وقتشام فراموش نکردم، چون امو ساعت خوب زنگه که بسیار مقبول هم داشت و خوب بلند هم بود خودشم متوجه می شد و حتی عمر جان متوجه می شد، گرفتم می بردیشه. ای توجه ما و ای خریدن امی ساعت اقدر کمک کرد مره که زید جان به می 2 ماه کاملا آماده ساخت که دیگه دایپر نپوشه، نه از طرف شب و نه از طرف روز. اقدر یعنی ما خوش هستم و خوش بودم که هیچ حد اندازه نداره. می فهمم که مادرهایی که طفلای کوچک دارین و مخصوصا طفلای اسپیشال دارین می فهمین که ما چی میگم. اکثرا نی طفلا حتی تا 8 سالگی و 9 سالگی هم به دایپر می باشن، ولی من تانستم که زید جان دمو 4 سالگی آخرای 4 سالگیش تانستم که از دایپر بکشم. بازی ای تفلک هر وقت کوشش میکرد که مرا بگویه، چون گپ نمیزنه نمیتونست که برم بگویه، ولی من مجبور بودم که امو 15 دقیقه و 20 دقیقه و نیم ساعت بعد ایره ببرم. بعد از ایسش کوشش کردم که خودش به زبان خود برمه بگویه، یادآوری کنه که من پاتی میرم، که در این کار هم من موفق شدم که آلا که میره میگه که من پاتی میرم. و اکثرا من در اتاق که میشینم دروازش قفل میکنم، بخاطر ازی که طفلا نره بیرون و نله آب آواز نکنن و میفهمین دیگه از این قبیل کارا. باز زید جان چی میکنه؟ فعلا که دروازه باز باشه خودش میره، خودش فلش میزنه آب، خودش پس پتلونک خودم میپوشه. دیگه کاملا راحت شدیم، کاملا بیغم شدیم، انقدر خوش هستم که
هیچ حد و اندازه نداره. ما وقتی که زیدجان یک روز دیدم که میره و خودش رفت در تایلت رفت و خودش شیشت و خودش فلش زد آبه، ما قدر اون روز خوش بودم بخاطر که هیچ مرا نگفته بود، خودش رفته بود که ما دینمی روی آشپزخانه افتیدم به سجده و از خداوند خود هزار بار شکر کردم و قدر خوش بودم، قدر خوش بودم که یعنی قربان خداوند شوم که هیچ وقت امو زحمت های آدم ها بیمجرا نمیمانه. آدم وقتی که زحمت بکشه در هر کاری که باشه نتیجه خداوند به پیش روی آدم میاره. ما از این بسیار خوش شدم و از خدای خود به حد خوش هستم و سپاسگزاریش هم میکنم از این که وقتی که طفل آدم یک مشکل میداشته باشه بازم آدم نباید ناراحت شد و خداوند در بارش بزرگ است. دیگه جارو رو کردم، صافی کاری خودم کردم، دیگه فرشا بسیار چرک شده به این خاطر که ما در اپارتمان 4 سال میشه که شیشتیم و اینی می زید جان و مرجان دیگه اینی میجه کلان شدن، میفهمین که طفلا دیگه چقدر شوخ می باشن. باز پلی دوست نمیفهمم، یک چیز هست که ریختاندن در ایدی فرشا آبی آبی مانده او دیگه بششتن پاک میشه دیگه. نه عمر جان، کت مادرت کمک نکردی؟ نه نکردی. چرا نکردی؟ مادرش دوست نداره عمر. این موضوعات که من براتون یاد میکنم شاید برای بسیاری ها یک موضوع بسیار پیش با افتاده باشه که نگهداری از اولاد یا پاتی ترینینگشان، ولی برای بعض ها میفهم که بسیار جدی است، بسیار سرنوشت ساز می باشد، چون ضرورت دارند که طفلایشان پاتی ترین شود، طفلکایشان خودکفا باشد، خودشان لباس بپوشن و خودشان بوت و جراب خود بپوشن و خودشان بره خود برسن. از خاطر می خواهیم اگر 10% هم اگر من کمک شده باشم برتان دریغ نکنم. دیگه کسایی که طفلای اسپیشال دارین می فهمین که خداوند این طفلا را بر کسایی میده که در وجود از اونا یک توانمندی را میبینه، حوصلهشان را میبینه، یا همو انسانایی میباشن که میتونن از اودی ازی یا براین. خداوند همو طفلا را به مو میده. از خاطر کسایی که طفلای سپیشال دارین از هر لحاظ که باشه، از هر تکلیف و مشکل که داره اصلا تو اصلا خودتان اتر فکر نکنین که نمیتونین کارو بکنین، میتونین، چرا که خداوند وقتی که بر شما همچه طفلا رو داده در وجود شما دیده، توانمندیش دیده که میتونین شما از اودی تماما کارایش براین. من میفهم بسیار سخت بسیار مشکل است، ولی صبر و حوصله انسان میتونه که یک جایی برسه. ما خودم یکان وقت قدر به حوصله می شدم، فکر می کردم که دیگه نمیتونم، ولی حالا می فهمم که هر کاری را که بخوای یک مادر انجام داده میتونه. شما هم میتونین، وقتی که ما تانستم شما هم میتونین. ما یکان دفعه که رجی به طفلم گپ می زنم مادر دلم گرفته میشه، خدا کنه که بر شما در قابل جگرخونی نباشه. انشالله که همه کتان مفهوم میشید. این طرف ششتیم، این طرف ششتیم، خوب پاک میکنه. ضرورت است که بازی را یک دو سه بار خشک بکنم، چرا که تنها ششتیم و از او قسمت که خشک اصلی را میکنه نموندیم. دیگه اینی لکه آبی هم لکه اونم و پلیدو یک چیز دیگه است از همین قبیل. این است که این نرفت، باید راه و چارش پیدا بکنم که همه چی باید ایره پاک بکنم که برود. دیگه اینیو یک قسمت از خانه. خب از زن دل مک چند دقیقه از موضوع برنامه دور شدم، خواستم که راجع به می لکه هایی که در روی
فرش است، از سلایم است. دیگه نتونستم که امروی امی ماشین فرشویی که به داخلش مایع فرشویی انداخته بودم و از اسپری که به خاطر بردن لکه لباس است از اون استفاده کردم. یعنی امی لکه سلایم به هیچ رقمش نرفت. دیگه اینا از شما کمک میگیرم، اگر کسایی که هستین میفهمین که چطور میتونم که لکه سلایم از روی فرش و از روی لباس که بسیار لباس ما از شوهرم از طفلا کلشان به می سلایم پر شده، این اولین بار بود که برشون سلایم آورده بود. دیگه نمیفهمیدم که قدر ضرر داره. دیگه حتما بر ما بگوین که چطور به کدام راه روشی را پاک بکنم. در برنامه قبلی بر شما گفته بودم که من از شیری که برای زیجان و طفلا استفاده میکنم به خاطر گرفتن وزنش، او چاکلیت ملک است. چرا چاکلیت ملک که در بازار عادی پیدا میشه، او را میگن بسیار نقص داره برای دندانهای طفل، مخصوصا از طرف شب نباید داده شوه. ولی این چاکلیت ملک که است، ای به خاطر وزن گرفتن طفلا است، از این برشان میتم. از او خاطر بسیار اتاق کلا جایش امی چاکلیت ملک پر کرده بودن. از خاطر بسیار ضرور بود که ما پاکش بکنم، حتی دیوارا را، یعنی هیچ جایی از پیشان نمانده بود که چاکلیت ملک پر نشده باشه. دیگه از او خاطر ما یک اساسی پاک کردم که زید جان مکتب رفته، گفتم تا که زید جان بیای خانه دیگه ما باید این اتاق پاک و صفا بکنم که همه تو پاک صفا رام کردم. خب عزیزان دل، منتظر پیشنهادات و انتقادات شما در سی برنامه هستم. از اونه که از قبل امروی ما بودن میفهمن که ما برنامه های زیاد راجی به پاکاری، راجی به مواد شوینده، راجی به ماشین هایی که استفاده میکنم همیشه معلومات دادیم، ولی خواستم در این برنامه برای کسان که تازه مادر شدن، برای کسان که تجربه کمتر دارن مثل ما، واره از مو تجربه که در همی مدت کم گرفتیم بر شما هم بگویم تا که بر شما هم کمک شوم. خب ریکش ها و سرتختی ویاش ششتم پاکدم، فقط سرتختی را در خشکان انداختیم که خشک شوه. دیگه فرشم انوز تر است. دیگه امشب هینج تفلارم خواب نمیتم، میمانم که امشب خوب خشک شوه. باز فردا بخیر امی فرششم در اتاق دیگه میبرم میشویم، باز میارم مندازم که خوب خشک باشه. دیگه بیغم شدم دیگه بخیر، تا یک ماه دو ماه دیگه فرشویی و پردشویی و سرتختشویی چیزا نمی کنم، فقط همونطور یک صافی کاری و یک جوری روی یکی میزنم روی جایی و کل چیه فرشای شما مرقمی. دیگه جارو رو هر روز میکنم، صافی رو اسپری یا هر روز میزنم، ولی دیگه پاکاری اساسی رو هفته وار و ماه وار میکنم. دیگه نت پاک صفا شد. او با دوستایی که گفته بودن که تخت دو منزله بود چطور یک منزله شد، ما به خاطر از این که دو منزله رو دیگه طفلا استفاده نمی کردن و خانم یک رقم یک طرفش بسیار همونطور بلند تاریک معلوم می شد و یک طرف هم خالی بود، باز پس اونمو رو گرفتم چی میگن یک نفره جورش کردم. اینی هایی که می بینین اینی و پای ای که هسته از قسمت از اون منزل دویش بود که آوردم به این شکل ساختم و اونو ای هم از منزل اولش بود که یک دانه از منزل اول کتی، یک دانه از منزل دوم یک تخت جور کردم، یک تا از منزل اول و یک تا از منزل دوم تخت دومی رو جور کردم. ایر بسیار خوش دارم، از تخت دیگه شان کرده و تخت دیگه هنوز هم است. دمی حمام دمی یک قسمت داشتم دی تشناب موندیم شا او تر کتکی میگن چی میگن خوب مستحکم نبود، این چوب است، چوبشم خوبش است. دیگه از او خاطر ایره هر چیز که میکنن هیچ پروایش نمیکنم، میگم میفهم که این باسانی خرابم نمیشه. دیگه پلان دارم که او دیگه را نمیفهم که چی بکنم، باید دو دیگه را یا مفروشمشه یا هم همینجا باشه، ولی جای ندارم. البته نشان میدم که کجا مونده میشه. این قسمتک امو تخت دیگه شان است، اگر دیده باشین در برنامه قبلم چرمی است، دیگه دیگه مونده میشه. نوزم پلان دارم که ایره
بفروشم به خاطر که این تخت را که فعلا استفاده میکنم برشان ای بسیار خوب شد، از همه چیز که خوب مستحکم و خوب بلاوردار. خب دوستان عزیز، شما را در شروع برنامه ایم گفتم که یک گلاسک چای تانه بگیرین بیاین و با مو حوصله بشینین برنامه می ببینین. من خودم در اخیر آمدم که کارم خلاص شد، تمام شد، آمدم گلاس چای بر خود تیار بکنم و برم بشینم تا که ماندگیم هم رفع شوه و کامنت های زیاده که شما فرستادین او را هم جوابایش را نوشته بکنم. ما تا حد توان خود یک کامنت هم بی جواب نمیمانم، همیشه جواب کامنت های شما را میتم. بازم منتظر نظریات و پیشنهادات شما به خاطر بیبود برنامه هستم. حتما نوشته بکنین که کدام برنامه را دوست دارین که هفته آینده ببینین.